بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز سلام علیکم امیدوار هستم که در هر کجای عالم هستید حالتون خوب باشد امشب میخوام در این ویدیو راجبی بعدی از افراد با شما صحبت بکنم یکش یادم علی محقق نسب شخصیتی که تا سال 2012 نگار بود و فمینیست در ایران به جرم ارتداد میخواستن اعدامش بکنن در افغانستان زندانی بود به خاطر امی حرفا و سال 2012 دو آمد فرانسه یک شبه شد مرجع تقلید و بعد از شروع که تاخت و تاز کردن بر علیه مذهب تشیع البته به زعم خودش محلی از اعراب نداره یک سری صحبت هایی کرده که امشب ما پاسخشانو میدیم انشالله و یکم ای افراد این شخصیت هایی که یک سری انسان های شرابی یک سری انسان های مفعول که در این صفحات مجازی آیات قرآن کریم و به تمسخور میگیرن و به اهل بیت معصومین توهین میکن خب اینا علم که ندارن که انسان بخواد باصل به صورت علمی با اینا بحث بکنه ادب ندارن که بخواد انسان با اینا درست صحبت بکنه بخواد بفهمانه اینا هیچی ندارن در زندگیشان هیچی نداشتن هنوزم هیچی ندارن آیندم هیچی ندارن اینا اینجور افراد نمیشه به صورت علمی باشون بحث کرد من یک روایت باید امشب باید کتاب تشیع برای شما میخوانم که بفهمید اصل و نسب اینجور افراد اینا چرا ایتوری هستن چرا اینطوری هست نسب اینا رو برای شما بیان میکنه بریم با هم ویدیوی آقای محقق نسب ببینیم ببینیم چی گفته در خدمتتون هست وقتی خودی علی نگفت من خلیفه منصوب هستم زهرا نگفت حسن نگفت حسین نگفت, نگفت زینب نگفت سجاد نگفت هیچ یکی از فرزندانش نگفت و در صقیفه بنی ساعده بقیه مسلمان هایی که در اون مراسم شرکت کرده بودن اونها نگفتن چیزی چطور شما اومدی در قرن بیستیکم قرن بیستم حالا به سر و کلت میزنی که حضرت علی خلیفه منصوب از طرف خدا بود بله همونطور که ملاحظه فرمودید دوستان عزیز این جناب میفرماید که امیر المؤمنین علیه السلام نگفته من امامت از جانب خدا دارم حضرت زهرا نگفته امام حسن نگفته امام حسین نگفته امام سجاد نگفته تا اهل بیت معصومین علیه السلام نگفتن شما شیعیان بعد از 1400 سال د قرن اخیر آمده در کردن خود میزنید تا آقا اینا امامت الهی دارن خب یه حرف ایشان دو حالت دارد یا این انسان به قدر جاهل هست که بدیهیات تشیع از کتب روایه شیعه نمیدونه یا اینقدر جاهل است که بدیهیات تشیع را یا ای که یک تدلیسگری کذاب است که میخواد با یه حرفایشی مثلا یک مقام و منصبی کسب بکند نزد جماعت عمریه و وهابیت و کفر که در هیچ کدامش موفق نیست در هیچ کدامش موفق نیست میگم امیر المومنی علیه السلام استدلال نکرده این ای کتابی که ملاحظه میکنید امالی شیخ صدوق است شیخ صدوق متوفای که از 381 متوفای 381 است ایشان میگه در ای قرن اخیر شیخ صدوق متوفای 381 است عميل المؤمنين عليه السلام فلماتك أنا حجة الله و خليفة الله و صراط الله و باب الله و أنا علم الله إلى إنتهي الروايات عميل المؤمنين عليه السلام جاب السلاحت من فلماتك أهو ما حجه إلهي اسم. ما حجه خدا هسوم ما خليفي خدا هسوم ما أراه هسوم بالله الله منتهي مشا. ما صراطي مستقيم هسوم بتقوله مولوی عمری زاده میگه که المؤمنین علیه السلام نگفته اهل بیت معصومین علیه السلام نگفته این یک روایت از کتاب تشیع اگر غیرت کردی مقابل ما قرار گرفتی و اخمد ذری روایت هم از کتاب تشیع هم از کتاب جماعت مریه دفنت میکنم ان شاء الله روایت بعدی که میخوام برای شما بخانوم از کتاب بحار الانوار که علامه بودروار مجلسی از ایون الاخبار الرزا روایت کرده که <applause> یاسر خادم امام رضا علیه السلام نقل میکنه که امام رضا علیه السلام از پدر خودشان از پدران خودشان از امام حسین علیه السلام روایت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و علیه سلام فرمود میگه اهل بیت نگفته امام رضا علیه السلام نقل میکنه از پدرش و پدرش از پدرانش تا سرد برسه به امام حسین علیه السلام و امام حسین علیه السلام از رسول خدا سهل بيت معصومين لهم زمن دقي له نحته معصومي بالبيان كرد رسول الله يفرمت كي يا علي انت حجته الله يا علي تو حجته خدا هستي وانت باب الله وانت طريق طريق الطريق الى الله وانت النبع العظيم تو همو خبر بزرگ هستي وانت صراط المستقيم وانت وانت فأنت المثل الأعلى، يا علي أنت إمام المسلمين، بأمير المؤمنين، وخير الباسيين، بسيّد الصديقين. يا علي أنت فاروق الأعظم، فأنت صديق الأكبر. يا علي أنت خليفتي على أمتي. الى انتهى الروايات. كلام رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم اس جاهل جاهل أمري زده. جناب مولوی دو سال پیش هم دید تحدی دادم الان بار دیگه دید تحدی میدم اگر غیرت داری مرد هستی و فکر میکنی چی دیده چند تا داری یک بار بیا مقابل شیعیان قرار بگیر فرار نکنی قد یک بار بیا مقابل شیعیان قرار بگیر اگر ما زیر روایت و استدلال طول دف نکردیم هیچ درست نیست یه مطلب جواب احمق حالا یه افرادی که میان در صفحات مجازی به اهل بیت معصومین علیهم السلام توهین میکنن به اهل بیت معصومین علیهم السلام علیه عزیز فحاشی میکنن یا آیات قرآن کریم مسخره میکنن اینا اینایی ای که به اهل بیت معصومین علیه و السلام توهین میکنن ناسبی هستن دشمنی دارن با اهل بیت معصومین علیه و السلام دشمن رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلام میفرماید کتاب بحار الانوار مجلد 27 رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و یا علی من احبنی و احبک و احب ائمه من ولدک هل یحمد الله علی تیب المولود میگه یا علی اگر کسی باشد که مرا دوست داشته باشد تو را دوست داشته باشد و فرزندانی تو را دوست داشته باشد پس برای اولین نعمت خداوند متعال باید شکر گدار باشه نعمت چی؟ ای که حلال زاده هست ای که حلال زاده هست فانه لا يحبنا الا مؤمن تابت ولادته ما را فقط مؤمنین دوست دارن کسانی که ولادتشان پاک است ولادتشان پاک است ولا يبغض ولا يبغضنا الا من خ... من خبثت ولادته و کسی و دشمنی ندارد دشمنی ندارد با ما مگر کسی که ولادتش ناپاک باشد یعنی حرام زاده باشد زنا زاده باشد شما افرادی که در صفحات مجازی میاید توهین در اهل بیت میکنید آیات قرآن کریم مسخره میکنید میاید فحاشی میکنید به اهل بیت معصوم نمیکنید مثلا یک چیز فریاد میزنید شما به عالم میخواید معرفی بکنید که زنا داده هستید شما نسبتان مشکل داره برید یقه مادرانتان رو بگیرید با کی برید یقه مادرانتان رو بگیرید و شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام برید دست مادرانتان ببوسید و خدا را شکر بکنید به این نعمت که حلال زاده هستید و مانند ای افراد مانند ای پنگوان کوچولو مانند ای شرابی مانند ای اسکل دیگش زنازاده نیستید موفق و معید باشید یا امیر المؤمنین علیه السلام مدد